شاید کمتر کسی تردید داشته باشد که دلیل عمده شادمانی این جمعیت امید به رفع تحریم هاست. مقام های ایران بارها اصرار داشتند که تحریم ها آنها را پای میز مذاکره نکشانده. خودشون هم میدونن این حرف پایه‌ای نداره. تحریم اونها برای مذاکره نبود. اونها تحریم کردند تا ما تسلیم شویم. با وجود این، تقاضای رفع تحریم ها همزمان با توافق از مهمترین خواسته های ایران بوده. ما کاملا مشخص کردیم که تحریم ها باید به صورت کامل لغو بشه. اگرچه روایت ایرانی از تفاهم حاصل شده در لوزان این است که رفع تحریم ها به یک باره و همزمان با توافق خواهد بود، آمریکایی ها بر مرحله به مرحله بودن رفع تحریم ها تاکید کردند. در ازای همکاری آینده ایران، ما و شرکایمان مرحله به مرحله تحریم هایی را که بر اقتصاد ایران تأثیر گذاشته اند برخواهیم داشت و اگر در هر مرحله ای متوجه شویم که ایران به تعهداتش عمل نکرده، تحریم ها به جای خود باز خواهند گشت. اما تحریم ها علیه ایران بر چند دسته اند و در کوتاه مدت برداشته شدن کدامشان برای دولت و مردم حیاتی تر است؟ دسته اول تحریم های سازمان ملل. شورای امنیت 4 سری تحریم علیه ایران وضع کرده. از جمله اینها محدودیت های مالی و مسافرتی برای اشخاص و شرکت های مرتبط با برنامه هسته ای ایران. دسته دوم تحریم های ایالات متحده. سابقه این تحریم ها به اشغال سفارت آمریکا در تهران باز می گردد که به ممنوعیت واردات از ایران به جز چند مورد استثناء انجامید. دور جدید تحریم هایی که باراک اوباما آنها را بی سابقه می خواند به فرمان او آغاز شد و از جمله معامله کنندگان با بانک مرکزی ایران تحریم شدند. علاوه بر بخش انرژی و صنایع نظامی و هسته‌ای، شبکه بانکی ایران، کشتیرانی جمهوری اسلامی و شرکت‌های تابع آن هم هدف گرفته شدند. همچنین تحریم فروش قطعات هواپیما به ایران که در افکار عمومی به عنوان عامل سقوط هواپیماهای مسافربری فرسوده مطرح شد. اما این تحریم‌های اتحادیه اروپا بود که به واسطه روابط موجود با ایران فراتر از تحریم‌های آمریکا رفت و به مراتب پرهزینه‌تر تمام شد. برآورد می‌شود که صادرات نفت ایران به اروپا در کوتاه مدت از توافق هسته‌ای سودی نبرد، چون بازار اروپا فعلاً به رقیبان واگذار شده. اما از طرف دیگر، بازرگانان و صنایع غیر نفتی ایرانی می‌توانند به گشایش نسبتاً سریع در فعالیت‌هایشان امیدوار باشند. هر زمان تحریم‌های مربوط به سویفت و سیستم بانکی برداشته بشه، اون مهم‌تره برای ما، هم برای تجار ما، هم برای تولیدکننده‌های ما. برای اینکه دوباره میتونن خریدهای خارجیشون رو انجام بدن و دوباره صادر کنن به بازارهای اروپا و دریافت درآمد ارز صادراتشون رو بکنن. در همون راستا من سنگین‌ترین، مهم‌ترین بخش اون رو بازسازی توان ایران برای خرید کالاهای سرمایه‌ای مثل از کشورهای مثل آلمان، اتریش در مرحله اول و بعد سوئد و فرانسه، که اینها کالاهای سرمایه‌ای هستن که کارخانه های ما احتیاج دارن به شدت، به خاطر اینکه ما در این سالها با تکنولوژی هایی که مجبور شدیم به اون سو بریم، سیستم تولید صنعتی در ایران از نظر کیفیت کالای پایان یافته بسیار پایینه. این رو اقتصاددانان داخل و مدیران صنعتی خیلی خیلی بهتر از من میدونن. تحریم های اتحادیه اروپا به مراتب برای ایران گرانتر از تحریم های آمریکا و سازمان ملل تمام شده. اگر خوشحالی این جماعت دوامی داشته باشد، به واسطه بازگشایی روابط و داد و ستد با اروپایی ها خواهد بود. نیکولاس نیکزاداد، BBC.